اگه تجاوزی اتفاق افتاد قبل هر کاری یه جایی برین که احساس امنیت میکنین و به امن‌ترین آدم زندگیتون زنگ بزنین که پیشتون بمونه. برای اثبات جرم یه سری مدارک لازمه که اگر تنها باشین به خاطر شوک روانی ممکنه اونا رو از بین ببرین. اگه خانومین وقتی رفتین کلانتری همون اول بگین که افسر زن ازتون سوال بپرسه. قبل معاینه پزشکی قانونی صورتتون رو نشورین، حموم نرین، مسواک نزنین، تمام لباساتون رو با دقت در بیارین و توی کیسه تمیز دربسته بذارین. حتی اگه حافظتون خوبه باز هم همه اتفاقات رو با جزئیات بنویسین. اگه متجاوز آشنا باشه بنویسین کیا شما رو با هم دیدن. هر جایی که قبلش با هم بودین رو هم بنویسین، مثل رستوران، سینما، پاساژ. اگه فکر می‌کنین بهتون دارو، الکل یا ماده مخدر داده تو پزشکی قانونی بگین ازتون آزمایش خون و ادرار بگیرن. چتاتون رو اصلا پاک نکنین. از چت، سابقه تماس، اس ام اس، تلگرام، توییتر، اینستاگرام و هر سابقه مجازی که با هم داشتین اسکرین شات بگیرین و چند جا سیو کنین. حواستون باشه بعدش ممکنه بهتون پیام تهدیدآمیز بده. اونا رو به هیچ وجه پاک نکنین. دختر پسر نداره. قربانی تجاوز مقصر نیست.